بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور بینندگان عزیز و ارجمند شبکه 3 برنامه تلویزیونی خط مقدم. مستحضرید که عنوان این برنامه رو به واسطه تداوم خط شهید حسن تهرانی مقدم، خط مقدم انتخاب کردیم، چرا که یاران او، همکاران او و همپیمانان او خط او رو ادامه دادند و ثمرات کوشش و تلاش اونها قابلیت‌های دفاعی در خور تحسینی شده که دست برتر جمهوری اسلامی ایران در منطقه رو فراهم آورده. در این نوبت به فراخور هفته هوافضا درباره یکی از یگانهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت می‌کنیم، موسوم به یگان پدافند هوایی. سردار سرتیپ دوم پاسدار داوود شیخیان اینجا حضور دارند، کارشناس ارشد پدافند نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همچنین ملت شریف و بزرگ ایران اسلامی و بالاخص بینندگان خوب شبکه 3 و صمیمانه ترین احترام خودمون رو از طرف دوستانم در نیروی هوافضا تقدیم ملت ایران میکنم. درود بر شما، خیلی متشکرم و ممنونم که وقت گذاشتید و میدونم که در مورد قابلیت های پدافندی جمهوری اسلامی ایران حرف زدن کار سختیه، چون بخش اعظمش مگو هست و سمت بگوی قضیه خیلی قلیله، اما با توجه به دانش و تخصص شما در این حوزه امید می‌بندم که گفتگوی جذابی داشته باشیم. برخی از ژورنال‌های خارجی و به طور اخص اروپایی و آمریکایی و برخی از کارشناسان گفتند که پدافند ناشناخته جمهوری اسلامی در عملیات اخیر رژیم صهیونیستی کودک کش موفق شده است که 80-85% پرتابه ها رو دفع کنه. تایید می‌فرمایید؟ به طور کلی بله. من منتها جا داره که در این خصوص من توضیحات رو عرض بکنم خدمتتون. شاید به طور عام اگر به قضیه نگاه بکنیم، برداشت مردم از این عبارتهایی که شما فرمودید به نقل از مجله خارجی این هستش که برای تک تک اینا شاید موشکی شلیک شده. هر کدام تصورم همینه. خب ببینید، در حوزه پدافند هوایی ما مأموریتمون ممانعت از تجاوز دشمنه. یعنی هر اقدامی انجام بدهیم که دشمن با توجه به اقدام ما مأموریت خودش رو ناکام ببینه، ناکام بذاره یا کنسل بکنه، در واقع این اتفاق رخ داده. خب حجم زیادی برابر اون اعلامی که قطعا تو همون مجله‌ای که جناب عالی هم فرمودین قید شده، قریب به بیش از 100 فروند هواپیما در این عملیات برای فازهای مختلف پیش بینی شده بود که شرکت بکنن. در فاز اول هم چند ده فروند شرکت کردن. با این تعداد پرنده قاعدتا باید ما با حجم زیادی از مهمات روبرو می شدیم. بله. خب تعداد بسیار محدودی از این مهمات ها در واقع تونستن به اهدافشون اصابت بکنن و صدمات محدودی رو به نقاط مورد اصابت در واقع وارد کردن. خب ما بقیه مهمات چه اتفاقی افتاد؟ بله، سوال جدیه. اینکه اقدامات پدافندی شبکه پدافندی کشور، چون حالا بنده توضیح خواهم داد، چون اصولا پدافند یک مأموریت شبکه محور و چند نیرویی و چند رده‌ای هستش. خب مأموریت اختصاصی یک یگان نیستش. اینکه موشک‌های ما که پرتاب میشن اونا میتونن اطلاع کسب بکنن، به خاطر این است که در نزدیکی ما شبکه پدافندی وجود داره و این اطلاعات رو به اسرائیلیا میده. خیلی جالبه که پس میدونن و نمیتونن کاری بکنن. بله همینطوره، دقیقاً همینطور. خب
شبکه یک پارچه مسئولیت کنترل سامانه پدافندی رو بر عهده داره، سایر نیرو هم باید در واقع تجهیزات رو تحت کنترل این مجموعه قرار بده. بله، ما از یک شبکه راداری برخوردار هستیم که با استفاده از رادارهای تحت کنترل این شبکه که از سپاه و ارتش توسعه پیدا کرده در حال فعالیت هستند برای کشف اهداف. خارجی ان یا ایرانی ان نسخه‌ای؟ الان میتونم بگم که شاید بیش از 90% ساخت داخل هستن. بیش از 90%؟ ما به تعداد انگشت شمار از رادارهای نسل قدیمی که از قبل از انقلاب در کشور وجود داره در واقع داریم بهره برداری میکنیم و ما بقیه تجهیزات الحمدلله به حول قوه الهی تولید داخل هستش که این هم موضوع بسیار جذابیه که حتما خیلی جذاب. من یه دفعه برف آمده بود در یکی از فرودگاه‌های ایران. بله. منم تو اون فرودگاه منتظر پرواز بودم، بعد موفق شدم دسترسی پیدا کردم به رئیس ایسکا که آن چه وضعیه خدا وکیلی. گفت خیلی دلیلش روشن. گفتم چرا؟ گفت ما رادارمونو از فرانسه خریدیم، بهمون نمیده. بله. و ما نمیتونیم در این شرایط پرواز کنیم. و بعد الان شما میفرمایید که ما 90% رادارها رو خودمون تولید میکنیم. میان اون تا این چه اختلافی وجود داره و چقدر موجب خوشنودیه؟ خیلی سال از توسعه فناوری پدافندی در کشور ما نمیگذره، یعنی عمر زیادی نداره. درست. خب ما تو حوزه موشکی یه سابقه شاید نزدیک به 40 سال داریم شروع. خب فناوری موشکی توسعه پیدا کرد، بخشی از این فناوری موشکی کمک کرد به توسعه در حوزه موشک‌های پدافندی. منتها حوزه پدافند به واسطه دو سه موضوع با تأخیر شروع شد. اولین موضوع این بود که حوزه پدافند ما سامانه‌هایی که داشتیم از نسل‌های بسیار قدیمی بود، فناوری بسیار پایین بود. مدارات لامپی اگه خاطرتون باشه، تلویزیون لامپی که قدیم بود، با اون تکنولوژی در واقع سامانه‌هایی با اون تکنولوژی در اختیار ما بود و اینکه اطلاعات لازم از این سامانه‌ها هم نداشتیم. من اینجوری عرض بکنم، شاید اولین سامانه‌های پدافند واقعی، چون زمان جنگ پدافندی که ما ازش یاد می‌کردیم شامل یه سری توپ غنیمتی بود، همونطور که ما در حوزه موشکی هم یگان توپخانه با توپ‌های غنیمتی از عراق در واقع شهید بزرگوار حاج حسن مقدم در واقع تشکیل دادم، اون یگان توپخانه بود. بعد یواش یواش یعنی غنیمت گرفتیم، یگان غنیمت گرفتیم، یگان پدافندی تشکیل دادیم. خب سال 64 بود که حالا برابر اون اقداماتی که تو کشور انجام شد اولین سامانه‌های قدیمی مربوط به سال 1960 و حتی قدیمی‌تر 1950 از چین خریداری کردن، تو نبود، چیزی نداشتیم، با قیمت‌های بسیار گزاف اومد تو کشور. همین سامانه هم خب شروع اقدامات پدافندی بود، یعنی سامانه HQ2 که از کشور چین خریداری شد، این تونست هواپیمای میگ 25 عراقی رو توی ارتفاع بسیار بالا تو اصفهان ساقط بکنه که نقطه عطفی بود در جلوگیری از حمله هوایی دشمن به شهرها که بعد از اون عراق رفت به سمت حمله های موشکی، یعنی رفت دنبال تهیه موشک و این اتفاق افتاد. یعنی چی؟ میخوام اثرگذاری رو من اینجا توضیح بدم خدمتتون که یک شلیک، یک برخورد باعث شد که نیروی هوایی عراق در حمله به شهرها بی اثر بشه. آفاید. چرا؟ بالاخره احساس کرد که یک سدی وجود داره به نام پدافند هوایی موشکی که میتونه باش مقابله کنه. خب سامانه HQ2 که از چین خریده شده بود، خریداری شده بود، یک سامانه با تکنولوژی بسیار قدیمی بود که بسیار لخت بود، تعداد خدمه بسیار زیادی برای عملیات حدود 64 نفر رو برای عملیات نیاز داشت. 64 نفر دقیقاً. خب این سامانه زمان جنگ دست ما رو گرفت. بعد از جنگ هم یه تعدادی دوباره سامانه قدیمی با واسطه خریداری شد، روسی بود، اونم سامانه سامشیش بود که اون هم باز تکنولوژی نسبتاً قدیمی داشت. این موجودی نیروی هوافضای سپاه بود به اضافه بازمانده یه سامانه در واقع سامانه سامدو روسی که لیبیا آوردن مستقر کردن، هیچ وقت هم نتونستن عملیاتی انجام بدن، به عراق هم اومد بمبارانش کرد. عجب. یه رادار قدیمی از این سامانه باقی مونده بود که
این سرمایه پدافند هوایی نیروی هوایی قدیم، خاطرتون هست مثلا تو سامانه S300 که روسا قرار بود به ما بدن در کنار سامانه تورنوان سالهای سال تأخیر وصلش کردن به تحریم و باج خواهی میکردن تو این زمین، پول رو گرفته بودن نمیدادن، اصلا واقعا شرایط بغرنجی بود. بله. و همچنین سامانه تور، تازه اینها رو که تحویل دادن با هزینه های بسیار بسیار گزاف، اطلاعات کاملش رو خب در اختیار نمیذاشتن، تعمیراتش وابستگی داشت، قطعاتش وابستگی داشت، بسیار بسیار گرون قیمت، هم تیر موشکش هم خود سامانه، خب بهره برداری رو دچار مشکل میکرد. وقتی که هزینه ای حدی افزایش پیدا بکنه، خب این محدودیت برای یگان به وجود خیلی شرط سختی بوده. خب کل پیشرفت حوزه پدافند هوایی ما شاید به کمتر از 20 سال عمرش برمیگرده. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقات بزرگی افتاد. رادار در کشور ما ساخته شد. رادارها توسعه پیدا کردن، تنوع پیدا کردن، کیفیت پیدا کردن، قابلیت پیدا کردن. من خدمت شما عرض کردم 90% سامانه ها بومی هستند. بله. 10% باقی مانده از قبل، یعنی الان ما حداقل تو این 15-20 سال گذشته هیچ راداری از خارج از کشور خریداری نشده. یعنی ما الان دنبال S400 نیستیم. اصلا ما نسبت به این موضوع حتی قابلیت صادرات در کشور وجود داره. در هم مجموعه وزارت دفاع، هم در کارخانجات تولیدی نیروی هوافضای سپاه. سامانه های راداری ما در واقع تجهیزات راداری مختلفی برای کشف اهداف با مشخصات مختلف داریم، برای درگیری با اهداف مختلف هم سامانه های درگیری خاص خودش رو نیاز داره. من خود رژیم منحوس صهیونیستی رو مثال میزنم، میگه من گنبد آهنین دارم، گنبد آهنین سامانه درگیری برای اهداف پرتابای کوچیک و ارتفاع کمه، میگه من عروه 2 دارم، عروه 3 دارم، فلاخن داوود دارم و مثلا ممکنه حتی سامانه های دیگه مثل پاتریوت و اینا رو به عنوان کمک برای خودش بیاره. اینا برای سطوح مختلف درگیری و اهداف با سرعت ها و سطح مقطع های مختلف. خب ما هم همین وضعیت رو داریم الان در کشور ما، هم همینطوره. یعنی ما سامانه هایی داریم برای درگیری در ارتفاع پست، درگیری در ارتفاع متوسط، درگیری در ارتفاع بالا. ببخشید توضیحات فنی جناب عالی خیلی ضمن هیجان انگیز بودن ذهن یه فرد عامی مثل من رو مشغول میکنه. الان مثلا باور 373 و یا سامانه های پدافندی دیگر، اینا در مقام مقایسه با S300 و S400 در چه سطحی قرار میگیرن؟ همین رو اگر پاسخ بفرمایید سوال بعدی رو میپرسم. بله. سامانه های S300 و S400 روسی رو خب ما داریم به کارگیری میکنیم. چرا رفتیم هم S400 و هم بله S300 رو؟ بله نه S300 رو. S300 بله. ما S400 هم بهمون نداد. S400 هم ما نخواستیم. نخواستیم. هیچ درخواستی ما بابت سامانه S400 برای کشور روسی داده نشده. درسته. چرا؟ چون سامانه هایی که ما داریم به مراتب قابلیت بالاتری نسبت به این سامانه ها نسبت به S400 نسبت به S400 الان ما در حوزه سامانه های برد بلند و برد خیلی بلند، سامانه های مثل باور 373 که در واقع صنایع وزارت دفاع توسعه پیدا کرده، یا سامانه های مانند سامانه مهران که در نیروی هوافضای سپاه توسعه پیدا کرده، الان با فناوری بسیار پیشرفته با قابلیت های در واقع الکترونیکی و مقابله در برابر اقدامات الکترونیکی یا جنگ در واقع ضد جنگ الکترونیک بالاتر، خب الان در دسترسه.
با هزینه‌های بسیار کمتر. شما عملیات‌های موفقتون چی بوده؟ برای مثال پهپاد آمریکایی رو که توی آبهای خلیج فارس هدف قرار دادین یا عرض کنم مشابه اون که انجام دادین چی بوده؟ من دو تا نمونه رو عرض می‌کنم. یکیش در واقع پهپاد رژیم هرمس 450 بود که در منطقه نطنز ساقط شد. خب این یک پهپاد بسیار پنهانکاره، یعنی کشف این پهپاد بسیار کار مشکلیه که خب این اومده بود تا مرکز کشور. خب این زودتر رصد شد، یعنی ما یه مشکلی که تو ماموریت پدافند هوایی داریم این که هر جایی نمیتونیم درگیر بشیم، آسمون پر هواپیماست، کوریدورها هستن، خونه ها هستن، ما باید توی جای ایمنی بتونیم درگیر بشیم. خب این تو رصد بود، هدایت شد تا مرکز کشور. منطقه هسته ای اصطلاحاً پاپا یا پرواز ممنوع هستش، این منطقه سیفیه به لحاظ پروازی. تو اون منطقه توی اون چرخه قرار گرفت و ساقط شد. ولی شما خونده بودینه، یعنی زمانی که وارد مرز میشد اینو دیده بودین، خونده بودینش و هدایتش کردید تا محیط امن. درست تصمیم گیری شد که برای انهدامش. خب این یک عملیات موفق بود. موضوع بعدی خب که سرصدای زیاد میتونیم بفرمایید با کدوم سامانه؟ بله با این، خب با رادارهای داخلی کشف شد. آفرین. و توسط سامانه تور M1 روسی ساقط شدش. چه جالب. بله، خب بله. ولی رادار ایرانی بود، سامانه فرمانده کنترل ایرانی بود و پرسنل هم هیچ کدوم تو خارج از کشور آموزش ندیده بودن، یعنی نسل 2-3 بودن که دیگه تو روسیه آموزش ندیده، توسط استادای خود ما آموزش دیده بودن. آفرین. و بریم سراغ گزینه دوم. بله. خب پرنده بعدی که خب خیلی هم مشهور، زیاد هم راجبش صحبت شد، MQ-4C یا تریتون هستش که در مربوط به ایالات متحده بود و سال 98، 3 خرداد سال 98 در دهانه تنگی هرمز سرنگون شد این هواپیما. این هم خب یکی از عملیات هایی بود که با سامانه های تماما ایرانی، یعنی تو قبلی خب چند سال زودتر بود، سامانه درگیری روسی بود، ولی در موضوع تریتون MQ-4C سامانه کشف، سامانه فرمانده کنترل، حتی سامانه های اطلاع شناسایی که از قبل این رو شناسایی کرده بودن و سامانه درگیری، همه ایرانی. با افتخار ساخت جوانای همین مملکت. آفرین. و در مورد پهپادم MQ-4 فرمودین. بله بله. توضیح بدید. بله. که آیا یه پهپاد معمولیه؟ MQ-4C گرونترین پهپاد جهانه، با قیمتی معادل دو برابر یه جنگنده F-35، 230 میلیون دلار قیمت این پرنده. دو برابر F-35. بله. F-35ی که این همه اسم و رسم دپا کرده. بله بله. 230 میلیون دلار بنا به اعلام خودشون قیمت این پرنده، تعدادش هم بسیار محدود بود. یعنی ما خیلی وقتا اسم گلوبال هاک برده میشه تو این. آها بله. گلوبال هاک پلتفرمیه که MQ-4C از اون توسعه داده شده برای ماموریت‌های دریایی خاص. تریتون، حالا اون عنوانی که در واقع اسمی که روش گذاشته، یکی از این اساطیر یونانی به معنی خدای دریا هاست، یعنی این عنوانی که برای این پرنده سلیقه به خرج داده. بله بله. گلوبال هاک که میشه شاهین جهانی، اون یک پلتفرمی که الان خب زیاد داره استفاده میشه. این یک پهپاد بسیار بزرگه، یعنی ظاهر پهپاد خیلی بزرگه، یعنی دهانه بال 40 متر، دو سر بال 40 متر، طولش حدود 16.5 متره، وزنش 14.5 تونه. چقدر سنگینه. حالا چه پیشرانه ای باید داشته باشه؟ بله، موتور بسیار پیشرفته، توربوفن و بسیار قوی داره. پهپاد به این بزرگی سطح مقطع راداری بسیار کوچیکی داره، این قابلیت پنهانکاری توش لحاظ شده، یعنی با سطح مقطعی تقریبا 1.5 متر مربع ما تو سامانه ها میبینیم. یعنی ما روی صفحه رادار یه نقطه میبینیم مثلا. ببینید کلن اهداف تو صفحه رادار چه بزرگ چه کوچیک به صورت نقطه میبینن، ولی ما سامانه هایی داریم که میاد سطح مقطع رو نشون میده، آنالیز میکنه و این سطح مقطع این هواپیمای به این بزرگی رو 1.5 بنده یه هدف کوچیک برمون. خب. در واقع
آنالیز میگه، میگه این ابعاد کوچیکه، یعنی به خاطر مواد جاذب بدنه است، بدن طراحی بدنه و مواد جاذبی که استفاده کردن. خب این هواپیما میتونه تو ارتفاع بسیار بالا پرواز کنه. وقتی که میره بالا، این قابلیت بالا رفتن دید تجسسی این هواپیما رو افزایش میده. سنسورهای شاید بیش از 100 نوع سنسور رو این هواپیما نصبه. پس گرانش هم بله، یه علت نیست. بله بله، این میتونه تا 400 کیلومتر داخل خاک ما رو ببینه. تا یعنی چه ارتفاعی میپره؟ این میتونه تا 60,000 پا پرواز بکنه. 60,000 پا. بله. البته سقف پرواز بالاتره، ولی این سقف پرواز عملیاتی است که معمولا ماموریت‌هاش رو انجام میده. اون چیزی که ما بله. و شما تو 60,000 پا رصد میکنید؟ بله بله بله. بله. ماشاءالله. بله. حالا این هواپیما من میخوام برای بینندگان محترم عرض بکنم که وقتی که توی اون ارتفاع داره پرواز میکنه و 400 کیلومتر داخل خاک کشور رو میبینه، از ساحل با برد هوایی 400 کیلومتر بعد از شیراز و نزدیک اصفهانه، یعنی تا اونجا کشور رو داره میبینه و میتونه شبکه بشه، یعنی تمام این اطلاعات رو به لحظه میتونه از طریق ماهواره منتقل کنه به جنگنده ها، سایر هواگردهایی که توی منطقه وجود داره. یعنی پهپاد جاسوسیه؟ دقیقاً، یه پهپاد کاملا جاسوسیه، اصلا ماموریت رزمی نداره، یعنی یک فشنگ نمیتونه شلیک بکنه. تمام این سنسورها به منظور جاسوسی روش تعبیه شده. خلبان این هواپیما که تو خلیج فارس پرواز میکرد توی امریکا بود، یعنی از امریکا به وسیله ماهواره داشت هدایت میشد. خب این خیلی قابلیت های عملیاتی ویژه داره. این چطوری پی بردین که مبدأ هدایتش امریکاست؟ به خاطر اینکه ما لینک ماهواره‌ایش رو داشتیم و در واقع می‌دیدیم داره چه اطلاعاتی رو تبادل می‌کنه، فرامینو داره از ماهواره دریافت می‌کنه، ماهواره داره از کجا چی ارسال، این همش در واقع من نمی‌دونم اینا قابل پخش یا نه. به واسطه اینکه خیلی زیبا، هیجان انگیز و غرورآفرینه که نیروی متخصص ما یه چنین ظرفیت و انعطافی داره که یه چنین کارهایی را انجام بده. الحمدلله اینا همه با لطف و عنایت امام زمان و واقعا برکتی که خداوند متعال در عمل بندگان مخلص خودش در مجموعه هوافضا قرار داده به دست اومده و غیر از این نیست. یعنی ما این رو لطف و عنایت خدا میدونیم، نه ظرفیت انسانی بنده و همرزمانه. واقعا غیر از این تفضلات الهی بدون هیچ تردیدی. خب بعد با این پرنده چیکار کردیم بالاخره؟ ببینید این پرنده ما تو اون فرایندی که عرض کردم، اون شناسایی، یعنی اون سامانه، این از قبل برای ما شناخته شده بود. ما مدت ها فعالیت اینو رصد میکردیم. خب این میومد از پایگاه آمریکا، در واقع در کشور امارات پایگاه زفره پرواز میکرد، ارتفاع میگرفت، تا شمال خلیج فارس میرفت، میومد، دوباره میومد، ادامه مسیر میداد تا انتهای دریای عمان، میرفت تا افغانستان، یعنی پاکستان و افغانستان عبور میکرد، برمیگشت، میرفت منطقه یمن رو دوباره، چون اون موقع اوج درگیری عربستان سعودی با جبهه مقاومت یمن بسیار شدید بود و این کمک اطلاعاتی میکرد، یعنی واقعا هم کمک های اطلاعاتی زیادی میکرد. میرفت اونجا و خب ساعتهای زیادی بالا بود، بعضی وقتا خب نقضایی انجام میداد، اخطارهایی داده میشد. اون شب هم این نقض میکنه و بچه ها در واقع در حال نقض، یعنی نقض حریم، نقض حریم. ببینید ما وارد مرز ما، بله، وارد مرز آبی ما میشه. هر کشوری یه حریم داره. آبی نسبت به خط ساحلیش داره که خاک اون کشور محسوب میشه. بله. اگه کسی بخواد بیاد شما هشدار میدادید. بله. این رو در واقع شبکه یک پارچه پدافند هوایی، همون قرارگاه خاتم الانبیا که شد. بله. اون هشدارها وظیفه اون دوستانه، با هماهنگی که با اون دوستان انجام شد هشدار رو بهش دادن، توجه نکرده بوده، دوباره این نقض رو ادامه داده بوده و تشدید کرده بوده دیگه. اونجا اون فرماندهی که در واقع تو اون منطقه حضور داشته، برابر دستورالعمل‌هایی که داشته، چون حالا خیلی‌ها فکر می‌کردن هماهنگی، نه، شما در نظر بگیرید که مگه آیا اون پرنده آمریکایی با نیروی هوافضا هماهنگ کرده بود که کی میاد بالا و کجا میاد و کجا نقض می‌کنه که بخواد این اتفاق بیفته؟ این اتفاق در ساعت حدود 4 بامداد، یعنی زمانی که پایین‌ترین سطح هوشیاری نیروی عمل کننده است، اتفاق افتاده. خب این پرنده نقض میکنه، میاد میره وارد آب‌های سرزمینی
ایران میشه اون فرماندهی که تو اون شب افسر کنترلی که اونجا حضور داره، چون فرمانده هم اون موقع خونهشون هم معمولا حضور ندارن، تصمیم میگیره، تصمیم درستی میگیره و شلیک رو انجام میده. ولی این سامانه قدرتمند با کیفیت و اون افسران واقعا با دانش و جسور این تصمیم رو میگیرن و منهدمش میکنن. واکنش امریکایی‌ها چی بود؟ اینقدر این اطمینان وجود داشت که با یک تیر موشک این هواپیما به اذن الله و به خواست خداوند متعال سرنگون شد و واقعا نقطه عطفی بود که مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا حتی در یکی از سخنرانی‌ها این روز رو هم یوم الله گفتن، این روزی که این اتفاق، این یوم الله بود و واقعا اثر خاصی داشت. یعنی بعد از اون ما شاهد تغییر رفتار آمریکایی‌ها و سایر کشورها در حوزه هوایی تو خلیج فارس بودیم تا مدت ها. ما که خودمون رو فدایی ملت میدونیم، سربازیم و سلامت باشید، همیشه آماده ایم که جانفشانی کنیم. ولی اینجا من جا داره واقعا شهادت همرزمامون رو در نیروی پدافند ارتش در واقعا این حمله و جسارت رژیم رو تسلیت عرض بکنم. بالاخره هر جنگی، هر درگیری تبعات خودشون رو، آسیب هایی رو داره و قطعا من مطمئنم که برکت خون این شهیدان و اثر این خون شهیدان حتما باعث جهش ها و رشد های فوق العاده در حوزه پدافند هوایی خواهد شد و انشالله ما به اذن الله انتقام خون اینها رو از رژیم خواهیم گرفت و خون اینها پایمال نخواهد شد و اثر خودش رو انشالله خواهد داشت. انشالله. خیلی متشکرم از سردار سرتیپ دوم پاسدار جناب آقای داوود شیخیان که از جمله کارشناسان زبده حوزه پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و امیدوارم که آنچه ایشان اشاره کردن مورد توجه شما بینندگان عزیز قرار گرفته باشه. درود بر شما، با کسب اجازه خداحافظی میکنم. متشکرم. بنده هم همچنین تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران شما و همچنین از ملت عزیز و بینندگان که حوصله کردند و به حرفای بنده گوش کردند. تشکر میکنم و آرزوی موفقیت و سربلندی دارم برای شما همه همکاران. سپاسگزارم.